سلام مدبکسه، چه شو؟ چه حالم؟ خیلی خوش اومدی به مدبکس کانال خودتون. بریم سراغ جدیدترین ویدیو از امیر تتلو. خیلی خوش برگشتیم به کانال خودتون. بعد از مدت ها بالاخره یک ویدیویی تو کانال امیر آپلود شد. بله، و عنوانش اینه که امیر تتلو در حال نوشتن متن شعر آهنگ بهشت. من فکر کنیم مال قبل بچه ادیت کردن گذاشتن و دوست داشتیم بهش بپردازیم. هنوز ندیدیم، بریم ببینیم که چه بوده و چه آپلود کردن، ببینیم که زودتر هم چه حل بشه و امیر تتلو برگرده با این جدید. همه فقط میخواستن برن بهشت، هیچی نخواسته بسازه بهشت. حالا نتیجه چی میشه؟ اینو شما بگید نتیجه چی میشه. چند تکنه دقیقا همون سوالیه که بعدن تو شعرش رو میبینی. اول ترکش آره دیگه هست. خیلی ساده است، همه میخواستن برن بهشت، ساخته نشده دیگه، کسی نخواسته بسازه بهشت. نتیجه چی میشه؟ بهشتی نداره. نتیجه اینه که بهشتی وجود نداره، ساخته نشده دیگه. خیلی ساده. آره ببین، بهشت در کل که به نظرم میرسه که زایده مغز آدم هست دیگه. نه ولی منظور همین تتلو تو اون ترک هم اینه که تو در این زمین هم در این زندگی میتونی بهش بسازی. یعنی اصلا بهشت و جهنم هست، ولی اینجوری که تو فکر کنی میری یه جای دیگه نیست. نیست. بهشت و جهنم یعنی زندگی که برای خودت درست میکنی، یعنی همینجا باستاب خودته. درسته. یه نکته جالبش هم اینه که دیگه کیش کدوم از آرتیست ها با قلم و کاغذ کمتر این رسن، نه؟ تو گوشی؟ من که میدونی که دیوانه قلم و کاغذ. تو ولی هنوز داره. هم بهشت داره که خفنیه و هم اینجا کفشه همی تتلو کفشه خفنیه. تمرکز کردنم داستانی دیگه. الان اکثرا بیتو گوش میدن، یعنی رو بیت خام می نویسن، اینجوری میگن که بازی بهتری دارن نسبت به اون. آره. موزیک اونجا داره اصلا صدای همون فضاه. فقط از نوشتنش ویدیو یا مثلا ریکورد کارم هم نمیدونم که چون منم ندیدم، چون باید تو کلان زد متنش بکنم فقط نوشتنش. آره فکر کنم اینجوری بوده که تمرکز که نوشته. صدای همون فضایه، چون صدای ظرفا میاد برای هیچ کار کنه. صحبت صدای حرف زدنش هم میاد. آره این بر
امیر داره می نویسه. داداش بیت تموم شد. نه دوباره بیت اومد. فکر کنم فقط یعنی همینه ویدیو، چون آره دیگه تقریبا بیش از نصفش گذشته و دکور تو خونه اش من دیدم یه چیز شبیه اسکلت است، جمجمه است، چیه اصلا خیلی خفنیه. آره و حالا یادم نیست این خونه آخری است دیگه از من. ها کنم کلش همینه. من فکر کنم مثلا امیر چون تو اکثر ترکاش میگه شماره یک بیداره فلانه، مثلا من فکر کنم شب هم یعنی یه تصویر دیگه داشتم نوشتم. من فکر کنم مثلا شب تا صبح میشینه مثلا قلم و کاغذش در دستش. خب خیلی کلاسیک تصویر اینجوری داشتم واقعا در مورد نوشتن کلاسیک تو. آره. اینی که تو میگه یاد فکر میکنم آلبوم بچه تتلیتیش باشه، نه که کاورش خود امیر قدیم نوشته بود. در حال نوشتن. آره آره راست گوله گوله اصلا یه تصویر اینجوری بود تو دارم. آره تو اینی که گفتی من یاد اون داستان افتادم. از نغمه مقصودلو خواهرش گفته بود. آره. من دوست داشتم، یعنی دلم می‌خواست که یه خورده همونجوری حالا شریک نمیشه دو تا دیگه‌ش هم حالت چیز بخونه که این پارتو نبود توش. آره به هر صورت من فکر میکنم حالا تو این روزایی که فعلا نمیتونه امیر فعالیت کنه، اگر ویدیو اینجوری باشه که حتما بچه‌ای که دور و برش بودن حالا مثلا اینو خواهرم گفته بود، ولی من فکر کنم که میراش کلی باید داشته باشه یا بچه های دیگه که بودن، اگه اینا باشه و بتونن ادیت کنن و حالا هفته یه دونه دو هفته یه دونه آپلود کنن اوکیه و خیلی هم باحال میشه دیگه. حالا اون بک استیج بوده، پشت صحنه ها بوده یا چیزای اینجوری که همچنان کاناله ربال باشه، همچنان هم کاناله دوباره جون بگیره، چون به نسبت ویوی که امیر میگرفته این ویدیو کم ویو گرفته و اینکه هم حمایت دوباره از خود آرتیست، هم بالاخره یه جورایی حضور امیر احساس میشه دیگه، جذاب. دقیقاً. بر صورت امیدوارم که زودتر همه چی اوکی بشه و مخاطبای امیر تجلی دوباره بتونن کار جدید بشنون از امیر و ما منتظر اون روز هستیم. دمتون گرم تا آخر ویدیو همراه من و آنیتا بودیم. اینم به عشق خودتون که خیلی دوست داشتین ویدیو ریاکشن بریم و همچنان ریاکشنتون باشین. امیدوارم هر جای دنیا هستین و ما رو می‌بینید پر از آرامش باشه. دوستتون داریم زیاد.